زمین لرزه امروز برای سومین و چهارمین بار بخشی از مناطق جنوب و شرق ترکیه لرزان پس لحظه های شدید و خفیف پس از زلزله نخست در مرز ترکیه و سوریه چندین بار در مناطق وسیع از خاور میانه اروپا و حتی روسیه احساس شدند شمار تلفات زمین لرزه ها از مرز 6000 نفر فراتر رفته است و سازمان جهانی بهداشت با نگران از افزایش شمار قربانیان میگوید ممکن است این آمار به 8 برابر برسد آمار مصدومان زلزله قوی در ترکیه و سوریه نیز بسیار بالا و در حال افزایش است عملیات امداد و تلاش برای نجات زیر آوارماندگان همچنان ادامه دارد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم پس از وقوع این رویداد هفت روز ازای عمومی در سراسر ترکیه اعلام کرده است به دنبال ویران شدن هزاران منزل مسکونی بر اثر این زمین لرزه‌ها در مناطق جنوبی ترکیه، مقامات این کشور از باز شدن درهای مساجد به روی زلزل زدگان خبر دادند. علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه گفته، افرادی که خانه‌هایشان در اثر زلزله آسیب دیده می در مساجد اقامت کنند. از سوی دیگر پس از وقوع این زمین لرزه‌های پی در پی در مناطق مرزی ترکیه و سوریه برخی گمان زنی ها از احتمال وقوع زلزله بر اثر هارب در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. در این میان وجود یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در این منطقه نیز به نگرانی‌ها دامن زده است شاید و گمان زنی ها در مورد نقش هارب در این رویداد زمانی اوج گرفت که چند روز پیش فردی با نام فرانک هوگر بیتس توییتی را در مورد پیش بینی وقوع زمین لرزه‌ای هفت ریشتری در منطقه جنوب و مرکز ترکیه، اردن، سوریه و لبنان منتشر کرد. نیز هارپ یا برنامه پژوهشی آینوسفر فعال با فرکانس بالا یک پروژه تحقیقاتی عمدتا غیر جنگی است که مرکز اصلی آن در نزدیکی گاکونگا در آلاسکا یا آمریکا واقع شده است. تکمیل پروژه هارپ حدود دو دهه طول کشیده و هزینه های ساخت و عملیاتی آن حدود 250 میلیون دلار برآورده شده است.